کار میکردم. شما میتونید هر کدوم نظرات شخصی بنده رو با هر دکتری در هر جای دنیا برید مشورت بکنید، به نهایتاً یا خوب استفاده میکنید یا نه. در هر صورت نظر شخصی بنده است، تراپی نیستشیم و معالجه یا کانسالتیشن نیست، بلکه این به این نظر شخصی بنده است. شما میتونید با ما تماس بگیرید، veraji2009@yahoo.com، یا براشون ایمیل بفرستین، یا که همین الان لایو باشون صحبت کنید. به شما میگن که چه جوری تماس بگیرید با ما. ما 2000 نفر نمیخوایم که بیان الکی داد فریاد کنن و شو رو خراب کنن. 5 نفر هم به هر شوی اگه بیان بالا و حرفی رو بزنن که برای خودشون ارزش داره، ما گوش میدیم، جوابتون رو میدیم. شما میتونید مخالف من باشید، موافق من باشید، میتونید تا اونجایی که تلویزیون اجازه میده فحش بدین، هر چی دوست دارید میتونید بگین. کس نگفته چون فحش ندید، این آیدی رو نرسیم کسی فحش نده. چون ما میدونیم اگه فحش ندن مردم، نصف از مردم اصلا حرف نمیتونن بذارن. در نتیجه باز خط. ولی اگه بخواید بیزنس خودتون رو معرفی بکنید، هم به این ترتیب، چون ما در آمریکا هم دیده میشیم، در اروپا هم دیده میشیم، میتونید به این هاتلاین تماس بگیرید. این هاتلاین در اختیار شماست و شما میتونید تماس بگیرید با دقیقه $2. درست شد و رو ایر بیاد. خب ما بخونیم به خوده. میگه چند تا گرفرند داری؟ آقای شهروز میگه چند تا گرفرند داری؟ من دیگه گرفرند ندارم. به خاطر اینکه شما وقتی گرفرند میگیری، یعنی با یه نفر میمونی، بقیه رو از دست میدی. مگه دیوانه این کارو بکنی؟ این همه دختر مجانی مفت فراوون ریخته. تعهد به یه نفر بدی که چی بشه؟ شما هرچی تعهد به یه نفر بدی، مثل کباب میمونی، کبابت کرده دیگه، کسی دیگه به دستت نمیرسه. همونه که تعهد میدن باجنه بلا سرشون بیاد. تعهد که میدی دختر سکس رو کم میکنه، موهاشو کوتاه میکنه، چاق میشه، اینه که میبینی زن میگیری یه هایی زن مثل توپ میشه یه سال نیم بعدش. چرا؟ بخاطر اینکه میدونی که تو رو به دست آورده. این لزوم نداره بره ورزش کنه تو جیم، هی خودش لاغر کنه، هی دور کمرش اندازه بگیره ببینه یه اینچ کم شده یا نه، شیکم میاد اینجا باسم میره اونور، موها میره بالا. لزومی نداره. ولی وقتی بدون تعهد نداره به تو، تو پیش تعهد ندی، هر لحظه دیگه دشمنای دیگه اش خفش دارن میکنن، با کمال قدرت با اونا میجنگه. چه جوری میتونه با اونا بجنگه؟ با دادن سرویس های مختلف و مجانی به تو، اگه شعورشو داشته باشی. خب راست میگی، یه نامزد داشتم اومد آمریکا، همون 2 ماه اول گفت تو این 2 ماه 2 بار تو ماشین با راننده های تاکسی مسائلی داشتم و کار اون درست بود، من احمق بودم. خب دیگه حالا خود جواب خودت دادی دیگه، من چی بگم؟ بعد میگه در مورد دکترهای روانشناس زن که ضد حرف شما تو تیوی میگن کمی بگو. من در مورد هیچ دکتر خاصی یا آدم خاصی نمیتونم صحبت کنم، اسمشو نمیتونم بگم، به خاطر اینکه اولا تبلیغ میشه برای اون، من نمیخوام تبلیغ کنم برای اون، تا ما که پول خرج نکنه تو شای پرسونه نمیخوام تبلیغ برش بکنم. و گذاشته از اون، چیز پرسونال و شخصی ما اینجا نداریم، ما در مورد مطلب داریم صحبت میکنیم. وقتی هم که میگم دکتر روانشناس، کلی دارم میگم. ولی همونایی که نشستن و این حرفای مخالف اینو دارن میزنن، شما بهشون بگید که آقا فلانی این مطلب گفته و داره از این دوربین تلویزیون داره بدآموزی و کثافت و نجاست رو وارد فرهنگ لطیف ما میکنه. این دختره گفته اومده آمریکا 2 ماه با دو راننده تاکسی رفت. خب این داره اینجوری میکنه. شما به عنوان یک دکتر روانشناس وظیفه دارید، من بارها گفتم حرفایی که من میزنم دکترای روانشناسی که میان تو تلویزیون به شما مدیونن. حالا چه میان تو تلویزیون چه نمیان تو تلویزیون، چه اونایی که شما نمیشناسی به شما مدیونن، وظیفه دارن، مجبورن، قول شرف دادن تا مدرک دکتراشون رو بهشون دادن که اینا
در موقعی که مسائل رو میبینن که این مسائل خلاف هستش از نظر روانی، به خاطر سلامت روانی جامعه مجبورن جلوش بیستن. ما منتظریم که اگر کسی به نظرش دکتر روانشناسی این قضایا که من میگم اشتباه هست، حتما بیاد اول به من یاد بده، من یاد بگیرم و ازش تشکر کنم که به من یاد داده، ضمن این که تصحیح بکنم و به شرطی که طرف جرأتش رو داشته باشه بیاد تو این بحث شرکت بکنه. چون عمو فورتونا رو میشناسی، سخته که بتونی بیای توی بحث شرکت بکنی و جا نمونی. خب میگه برو، چرا همه دخترهایی که میگن ما دنبال پول نیستیم و دنبال عشق و محبت و شخصیت هستیم همشون زشتن؟ خب معلومه، چون نمیتونن پول به دست بیارن. خیلی واضحه. اون اگه میتونست پول به دست بیاره که نمیگه من دنبال پول نیستم. که چه دختری هست که وقتی یه خرپول با 6 تا ماشین و 4 تا خونه سر تا سر اینور اونور دنیا یا ایران یا اینور اونور بخواد بیاد دنبالشو ببرتش گردشو چه میدونم ازدواج کنه و مفتی بهش زندگی بده تا آخر عمرش، یهو بگه من اکچولی میدونی یک پسری رو میشناسم کارگر نجاری هست و انقدر این پسر شخصیت داره، انقدر قشنگ شعرها رو میخونه و زبان فارسی رو خیلی خوب میدونه، من میخوام برم با اون. این پولدارها همشون برن. اونم که میگه من دنبال پول و فلان سر بعدم دنبال شخصیت هستم، چون خوشگله تو پولدارا دنبال شخصیت میگرده. پول داره همه جور هستن، همون جور که بی پولای عوضی و بی پولای آدم حسابی فراوون هستن، پول دارای عوضی هم فراوون هستن، پول دارای آدم حسابی هم فراوون هستن. اون طرف دختره اگر آدم حسابی باشه و دنبال آدم حسابی باشه و شخصیت و محبت و عشق، وقتی خوشگله تو پول داره احمق که نیست، تا هم بوده همین کار میکردی. تو پول داره دنبال آدم حسابی میگرده و علاوه یه لات آشغالی رو مثلا خرپولی رو که حالا باباش هم یه کارخونه داره یا خودش کارخونه داره اونو میذاره کنار، این همه پول داره با شخصیت هست اونا رو انتخاب میکنه. به هر صورت گرد خاکش هم پاش هم به تو نمیرسه، لباس نشستش هم تو نمیتونی ورداری ببری بشوری، به خاطر اینکه سرش شلوغه. اونی که میگه من دنبال پولدار نیستم دنبال شخصیتم، اون نمیتونه دنبال پولدار باشه. چه دختری نمیتونه دنبال پولدار باشه؟ اون که خوشگل نیست. حالا ممکنه یکی دو تا دختر ازش هم بتونن پیدا کنن، ولی عموما دخترای غیر خوشگل نمیتونن. دو سه تا میگه لطفا دو سه تا کتاب معرفی بکنین راجع به ریلیشنشیپ. من یه چیزی به شما معرفی میکنم راجع به ریلیشنشیپ که خیالتون راحت بشه. دوباره ننویسی لطفا دیگه، دوباره ننویسی، اینجا هزار تا ویندو باز شده. یه چیز به شما معرفی میکنم و این هاتلاین پرچون است. در مورد ریلیشنشیپ به شما چیزهایی میگم، نظرات شخصی خودم که هرگز نشنیدید، و همیشه میتونید با روانشناسایی که به شما مدیون هستن و از شما پول میگیرن و شما دوستشون دارین، با اونا همیشه میتونید برید چک بکنید حرفای منو. این شماره تلفن است. اگر شما ویزا دارید ببخشید، اگر کرید کارت دارید و اگر کرید کارت ندارید، این veraji2009@yahoo.com. این دوستان اونجا نشستن، پشتیبانی یاهو هستن. لطفا با بنده بحث نکنید، یه خط بیشتر ننویسید، تکراری هم ننویسید. این آیدی برای کسی هست که میخوان و کرید کارت ندارن یا به قیمت ارزون تر میخوان بیان رو ایر. شما ثبت نام بکنید، برید اونجا، به شما میگن. یه انشالله از دفعات آینده یواش یواش تعداد آدمایی که به این ترتیب میان و یه پول خیلی کمی رو خرج میکنن که میلیون ها نفر صداشون رو بشنون، این تعداد آدم ها یواش یواش زیاد میشه. ما 7 سال شوی پرچونه رو داریم و الان وارد یک فیز، یک فاز، یک ارا، یک برهه جدیدی از شوی پرچونه شدیم. برگشتی تو این کار نیست. با غر کردن و لوسبازی و بایکات و این حرف هم اصلا ما کاری نداریم، ما کار خودمون داریم انجام میدیم. شوی پرچونه فقط از رو هاتلاین هست. ولی اگر دوستانی هستن که بیزنس دارن میتونن بیزنسشون رو معرفی بکنن، هر کس به این شماره یا به اینجا زنگ بزنه یا با اینا تماس بگیرین و به شما بگن چجوری بیاین رو ایر و هزینه خیلی کمی رو که واسش تو وراجی 2009 گذاشتیم @yahoo.com این هزینه رو بپردازید، اومدی روی میتونید احترام و کردسی و هدیه 5 تا یا 10 تا تلفن هدیه کنید به کسانی که مجانی بیان روی ایر. شما اسپانسر تلفن ها میتونید بشید و به این ترتیب اگر بیزینسی دارید میخواید معرفی کنید، میتونید رو ایر هم بیایید. 2-3 دقیقه حالا 5-6 دلار هم پولشو میدین، نصف یه پول یه پیتزا هم نمیشه.
بیزنس رو معرفی میکنید و ضمناً میگین برای 5 نفر تلفن رو باز بکن، اون وقت هدیهش که شما به اون 5 نفر میدین. ما با کمال میل میپذیریم. وراجی 2009 یاهو آیدی هست. اینا خوشگل شد، این برو بالا، این اینجا اینا. وراجی 2009 این یاهو آیدی هست که شما میتونید اد بکنید، با شما صحبت میکنن، تماس میگیرن، اگرم نبودن که زیرش @yahoo.com، یعنی این یه یاهو آیدیه، میتونید یه ایمیل بفرستین براشون یا آفلاین براشون بذارین. به هر صورت میدونم خیلی حواستون جمعه، خیلی تو اینترنت وارد هستید و سیستم صحبت کردن تو شوی پرچونه به این ترتیب هست. داریم راجع به این صحبت میکنیم که زنها همون جوری که مردها رو متهم میکنن که مردها با پایین تنشون فکر میکنن، خودشون بیشتر و بدتر و بیرحمانه تر و بیادبانه تر و بیملاحظه تر هستند در این مورد و اینطوری فکر میکنن و اینطوری عمل میکنن. یه دفعه گفت مثال اولش این که شما به یه دختری بگی بیا برقصیم، ازت خوشش نیاد نمیرقصه باهات، ازت خوشش بیاد میرقصه باهات. یعنی چی؟ یعنی خودشو در رخت خواب با تو تصور میکنه، اگه از این حالت چندشش شد میگه نه، اگه از این حالت چندشش نشد لبخند یهو نیست تو بناگوش باز میشه. یعنی چی؟ یه دختر رو پایین تنش داره فکر میکنه. دوم یه مثال دیگه هم زدیم، دخترها و زنها از مردهایی که بهشون کامپلیمنت میدن، کامپلیمنت ایرانی چی میشه؟ بذار من اینو قطع بکنیم، زلینگ و زلونگ ران اندازین، این خط تلفنی نیست، کال میخواد بکنه، چه زرنگه. بعد عرض شد که اگه مردی که بهش کامپلیمنت میده، اگر اون مرده واسهش جذاب نباشه، کامپلیمنت اون مرده از کامپلیمنتش بدش میاد. ایش فلانی سن بابامو داره، خاک بر سر با اون کلش، خاک بر سر با اون شکمش، خجالت نمیکشه از اون ماشینش پیاده شده اومده داره به من میگه فلان بسار. ولی اگه یه نفر از یه ماشین خوب پیاده میشد، قیافه جذابی داشت، دماغش، چونش، قدش، کفشش، حالتش، بدنش خوشش اومد و چون زنه داره با پایین تنش فکر میکنه، اون ما رو متهم میکنه ولی خودش محکومه و بهش کامپلیمنت میده، از کامپلیمنت اون مرد مشمئز میشه، دیسکاستد میشه. خاک بر سر سن بابامو داره، سن باباتو داشته باشه، نگفته که بیا ببرمت خونمون، که داره بهت کامپلیمنت میده، گرچه معنی منظورش اینه که بیا ببرمت خونمون، ولی شما اگر با کمر پایینت فکر میکنی، فکر نمیکنی و با مغزت فکر میکنی، شما بگی خیلی خوب من مورد توجه این آقا گرفتم و بله کاملا صحیحه، من با این آقا نخواهم خوابید، ولی خب میتونم بهش بگم خیلی ممنون، یه لبخند قشنگ بهش بگم، میگم شما هم چقدر ماشاءالله ماشاءالله خوش لباس و خوش قیافه هستید، در حالی که نیست، در حالی که شکمش گنده است، قدش کوتاه است، کلش کچل، سنش زیاده، همه اینا دندوناش هم ریخته. خب ولی شما که با پایین تنش فکر نمیکنی، کسی که با پایین تنش فکر میکنه وقتی یه مرد غیر جذابی بهش کامپلیمنت میده ناراحت میشه، که این شامل همه دخترها میشه منهای 2-3 نفر استثناء. بله گفتم استثناء، نگفتم همه. حالا چون نگفتم همه حرف قشنگی زدم، حالا تو میتونی بگی بله اون 3 نفر، یکیش منم، یکیش هم این دختر خاله‌مه که بغلم نشسته. خیلی خوب، شما هم خوش باشید. خب این آینه میگه چون نقشتون نمود راست، یا تقصیر مامانه یا تقصیر باباست. خب چرا به یه سری پسرها و اکثر دخترها به پسرهای مجرد تا میرسن میگن دیر شد برو زن بگیر، سر و سامون بگیر، میگه برو زن بگیر سر و سامون بگیر، به خاطر که زن ازدواج کردن سر و سامان میبخشه به زن، معلومه از خونه باباش در میاد، سکسشو میتونه رسما داشته باشه، تا حالا مخفیانه بوده، بودو اینور اونور، این میگیره اون اذیت میکنه، اون دعوا میکنه، اون مترک نمیشه، بچه میتونه داشته باشه،
یه نفر خرج زندگیشو بده، نق نزنه، خرج رسیدن به آرزوهاشو بده، بچه داشته باشه، مسافرت بره، لباس ببین، مهمونی اینا، دکوراسیون عوض کنه، بس دیگه خوشگلیش داره. همه نه، هر چی خوشگلتری بیشتر با پول مردم میتونی به این اهدافت برسی، هر چی کمتر خوشگلی داری و کمتر جذابیت جوانی داری، با بیشتر با پول خودت یا مردایی که در جوانی تیغشون زدی باید زندگی بکنی. بله، ازدواج سر سامان میده به زنا، به مرد ازدواج الان دیگه سر سامان نمیده، چون سر سامان مرد یعنی چی؟ یعنی جا داشته باشه، سکس داشته باشه، غذا